مولانا داره شکایت میکنه، داره حکایت میکنه، داره چیکار میکنه این وسط. ببینید مولانا مطلقاً، این همه سال من خوندم مثنوی رو، مطلقاً مولانا نه اهل شکره نه اهل شکایته. این اصلا دونه مقام مولاناست، نه شکر میکنه نه شکایت. خب حالا این داره از چی صحبت میکنه؟ این داره چی میگه مولانا؟ از چی شکایت شده؟ از چی حکایت شده؟ میگه آقا جان تو که اهل شکر و شکایت نیستی و میگی دقیقاً اون چیزی که داره اتفاق میفته باید اتفاق بیفته و همونی هستش که هست، تو این شما شک نکنید، خودی شکایتش کجا میمونه؟ آه من حالا برای شما ایستی بگم. میگه حکایت میکنه. ببینید یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. شما فرض کنید یه بچه ای دارین، این بچه تون رو حالا شده 18 سالش 19 سالش، از روز اول تا امروز با هم زندگی کردین، حالا یه عزیزی رو دارین فرقی نمی کنه، یک جا با هم نفس کشیدین، حالا فرض میگیریم مثلا رابطه بچه هم با پدر مادر میشه باز فرض گرفته، میگن فرض محال محال نیست، رابطه شون رابطه خوبی درسته، یا اصلا یه دوستی دارین یا هرچی فرقی نمی کنه، ولی خیلی عزیزه براتون. شما توی این خونه توی این اتاق با هم خوابیدین، با هم خوردین، با هم تلویزیون نگاه کردین، با هم جوک گفتین، اثر کله هم زدین، بحث کردین، ده ها و ده ها خاطرات در طی این 19 20 سال در این اتاق اتفاق افتاده درسته؟ حالا شما میخواین این جوان، جوان رعنا مثلا در یک دانشگاهی که خیلی دانشگاه خوبی هم هست دیگه، آیندهش هم تأمین و راحت میتونه بشینه پول در بیاره، قبول شده. فرض کنید شما در ایران هستین و این الان در دانشگاه امریکا قبول شده با این فاصله، چقدر زحمت کشیدی این دوری رو ایجاد کنی؟ پول دادی، دعوتنامه فرستادی، وکیل دیدی، با دانش هزار بلا سر خود آوردی این دوری رو انجام بدی. الان این از این اتاق رفته بیرون، تو وقتی که میای این اتاق رو نگاه میکنی تک تک این آجرها سانتیمتر به سانتیمترش برات خاطره است و دلتنگیه. اما اگر اون بچه در رو باز کنه بگی بابا کارم درست نشد برگشتم، انگار تمام این اتاق میاد رو سرت. دوری باید باشه اما دلتنگی جای خودشه. دوری باید باشه، باید بره حالا 4 سال 3 سال 5 سال هرچی درسش رو بخونه و حالا با اون موفقیتی که باید داشته باشه برگرده، اما با همه اون دلتنگی که داری توی اون اتاق نشستی داری عشق میریزی، آرزوت اینه که یه دفعه در رو وا نکنی بیاد تو، چون وقتی که میدونی کار دانشگاه شکست خورده درسته؟ خیلی ظرافت داره کلمات مولانا ها. دوری و نزدیکی، یک دوری و نزدیکی فکریه. بسیار به این نکته ها دقت کنید. اون چیزی رو که مولانا حکایت میکنه این داستانه که عزیز من این جهان یک دهلیزه، اگه فکر کردین تو باید همیشه بمونی و عمرتو به بتالت گذروندی و رفتی توی مسائلی که فکر کردی خیلی داری کار خوبی میکنی، امروز به آخر خط رسیدی، متاسفم برات، ابدی نخواهی بود، ولی تا این چیز انجام نشه از اینجا بیرون نمیری. اینو از من مولانا یقین بدون، حرف مولانا اینه، باید این شهادت رو بدی، باید به این پگاه برگردی و تا این اتفاق نیفته هیچی برای تو نخواهد شد. یادتون هست میگفتم روح یک امکانه، این یعنی همون، این یعنی همون. خیلی خوب آقا، ما الان آقای مولانا شمایی که میگی نمیدونم همه چی سر جای خودش درسته، این همه ظلم ها، این همه بدبختی ها، این همه مصیبت هایی که در این جهان به طور واقعی وجود داره،
دیگه جنایت ها رو دیگه احتیاج نیست من بخوام به شما بگم، ماشاءالله خودتون خیلی بهتر از من میدونید دنیا چه خبره. این حکایت چیه؟ بشنو از نی چون حکایت میکند، یا شکایت میکند و از جدایی های حکایت میکند. میگه آقا جان من به تو دارم میگم این دهلیز اصلا اینجا یک سالن امتحانه، امتحان نه اون امتحانی که دین و مذهب میگه، ما با اون کاری نداریم. اینجا اون دهلیزه که تو در این لحظه ها باید برسی به اون هوشیاری که من گفتم. راه رسیدن به این هوشیاری که خیلی چیزاشو من گفتم، برید در عمق در واژه نمونید. اینی هم که میگیم امتحان، فکر نکنید منظورم اینه که آقا الان بابای فلانی مرد خدا داره امتحانش میکنه، اینا حرف ما نیست، یا یارو ورشکست شد خدا داره امتحانش، اینا حرف دینه، اینا حرف عرفان نیست. ما میگیم اینا واقعیت های جاری. امتحان یعنی این که تو اومدی اینجا که اون درک الست رو بکنی و این آخرین مرحله است. و هر نوع دیدگاهی غیر از اینی که من مولانا دارم به تو میگم به جهان داشته باشی، جز درد و رنج هیچی نصیبت نخواهد شد. اینم از اون راهکارهایی که مولانا میگه با بسیار داستان هایدیگر و هایدیگرها فرق میکنه. میگه یا این کارو از من مولانا بشنو و بکن، یا بشین و سافر کن، رنج بکش. هیچ اتفاقی غیر از این، این قانون این دهلیزه. یا دیدگاه تو به این جهان باید دیدگاه عاشقانه باشه، یا اگر دیدگاه تو عوض کنی فقط رنج به نصیب خواهد شد. یو جون اگر دیدگاه چشمت بره در مقام بالاتر، و وقت میبینی همه چیز باید به موقع خودش انجام شه و داره میشه. این تویی که در این تصویرها نمیتونی اینو تشخیص بدی. اگر این دیدگاه عاشقانه رو پیدا نکنی، جهان تو پر از جهان رنج و درد خواهد بود. و خیلی مثالی که دارم میزنم واقعیت نمیدونم، به این مثالم خیلی توجه کنید. آنی شما اینجا رو دهلیز نبینید و یک نگاه عاشقانه بهش نداشته باشید که باید از اینجا بگذرید که برگردید و خودتون رو تنها و رها شده حساب کنید، محال شما رها شده باشید. حرف مولانا اینه، هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. میگه آقا جون امکان نداره نای این نایی رو کسی نشیده باشه، یه دارن لج میکنن. با کی لج میکنن؟ با تصویرهای خودشون. کلیسا اومده یک جنایت‌های بی حد و وصفی کرده در اروپا، همه اینا به اسم عیسی مسیح نوشته شده و به تبع از عیسی مسیح به خدا نوشته شده. پس این آقایی که امروز فلسفه فلان داره میگه، ماتریالیسم داره میگه، عنادش با کلیساست، چون کلیسا رو رو در رو به عنوان تصویر درک کرده. چه میدونه عیسی مسیح کیه و چه میدونه خدای عیسی کیه؟ این اون لجاجه. بچه در دستت میره میگه اگر خدایی بود بچه ای من نمیگرفت، این میشد لجاج. ورشکست میشی میگه اگر خدایی بود من رو ورشکست نمیکرد. اینها میشه دید غیر عاشقانه. من بسیار از این مؤمن معتقدا دیدم که طرف مادرش مرده، گفته آقا اگه خدای بود مادر من، آقا دیگه چند سال مگه باید، آقا این دنیای ما یه قاعده قانونی داره. نپذیرفتن واقعیت، رفتن توی عکس شد. این یعنی اتو، یعنی این که ما آقا ندای نای رو نمیشنویم، نه اینکه واقعا نمیشنویم، داریم اتو میکنیم، داریم لج میکنیم و یک نوع فراره. همینی که میگم فرار کار عارف نیست، عارف میره تو دل تصویرها، عارف میره تو دل تصویرها، فرار نمی کنه. این کار سالک نیست. و شما اگر توجه نکنید
به این صحبت هایی که میکنم فقط رنج میشه. یه چیزی بگم دیگه صحبتام هم تموم کنم که حرفم رو روشن کنه سر این قسمتی که این جهان حکایته، این جهان رو باید به چشم عاشقانه ببینی، اگر قرار باشه عاشقانه نبینیش به هیچ جا نمیرسی، جز رنج و درد نخواهد بود. باید این فطرت رو بهش برگردی. یه آقایی بوده، این آقا شما باید عظمت رود دجله رو ببینید، این رود کشتیرانی میکنه. البته درست اگه داستان یادم باشه مطلب رو فقط بخوام برسونم، شب این رو شنا میکرده تو اون جایی که چی میگن شتر به قول قدیمی ها با بارش غرق میشده، فیل رو میبرده، این شنا میکرده، میرفته اون ور آب. یه خانومی بوده، این عاشق این خانوم بوده، عشق به این خانوم داشته و اینا با هم به هر حال عشق ورزی میکردن، در کنار هم بودن. صبحام قبل از اینکه آفتاب بزنه دوباره برمیگشته. این یه امر غیر ممکنیه، اما میکرده، چون عاشق این خانم بوده. یه شبی که در کنار این خانومه به این خانم میگه که چه خال زیبایی گوشه لبته و این خال خیلی زیباست. خانم بهش میگه که اگه از من میشنوی یه خوب فردا شب دیگه نیا. گفت چرا؟ گفت اگر بیای یا دجله غرقت میکنه یا اونچنان سرما میخوری و سینه پزاتوریه میکنی که دیگه از رخت خواب بیدار نمیشی. گفت چطور؟ گفت تو یه چیزایی رو داری در من میبینی که تا حالا نمیدیدی. چشم عاشقانه تو، دیدگاه عاشقانه تو بود که تو رو از دجله رد میکرد، نه شنای تو. الان شروع کردی به دیدن یه چیزهایی. وقتی که داری میبینی این خال زیبای من رو، یعنی عشق داره شکلش عوض میشه، دیگه اون عشق وجود نداره. بسیار تو این نکته ها حرف خوابیده. پس اون چیزی رو که مولانا داره میگه حکایتیه که این دهلیز به این صورت داره، و الا شما یقین بدونید هر اون چی که از مولانا بهتون میگن، مولانا نه گیج میزنه، اصلا اینها کفر در مقابل مولانا. که من یه وقتایی میشنوم برای من میفرستن نم روزها همه فکر من این است و شبها سخنم، هر کیم تو مثنوی نوشته اشتباه نوشته، جفا کرده در حق این مرد، از کجا آمدم آمدم. این مولانا چی میگن گیج بوده، قشنگ میدونسته کجاست و قشنگ در جایگاهی بوده که بر تمام افعالش مسلط بوده. ز کجا آمدم یعنی چی؟ حرفا در شأن مولانا نیست. حالا من دیدم بعضی آقا ناکن تو این مثلا نوشته باشه جهنم که نوشته، اصلا با طرز فکر اصلا با اندیشه مولانا جور در نمیاد. هی من دیدم ترجمه کردن به انگلیسی و هی میگه آقا این همش بی خوده. گوش به این حرفا ندین.